این اولین بحران سیاست خارجی تاریخ آمریکا بود که به طور کامل از تلویزیون پخش شد. هر روز که میگذشت تنش بالا میگرفت. There's a lot of propaganda from the other side against us and trying to picture us as militants, as violent reactionaries. حتی مخالفمون باید گفتمان کنیم. راستش نمیتونستم شانس اینو که بخشی از تاریخ بشم رد کنم. ما شاید گروهی باشیم که بتونیم گروگانها را آزاد کنیم. اگه سیاستمدارها نتونن، شاید آدمهای عادی در برخورد با آدمهای دیگه بتونن کمکی بکنن. کسانی که ازمون استقبال کردن بیشترشون زنایی بودن که کلاشنیکوف دستشون بود. انتظارشون نداشتیم. ما با حس همبستگی پیش شما برادران و خواهران عزیزمون اومدیم. در اون لحظه در تهران خیلی ترسیده بودم. خدایا من اینجا چیکار میکنم؟ با خودم گفتم یعنی قرار من 53 گروگان باشم؟ دولت ایران بله میخواست که آقای خمینی میخواست که ایشون رو امریکایی‌ها به ایران تحویل بدن. گفتن خب بیا ایران محاکمه میشود. از مرکز عملیات وزارت خارجه به هم تلفن کردن و گفتن که سفارت رو تسخیر کردن. دانشجوهایی که سفارت رو اشغال کردن به تدریج وارد قسمت‌های مختلف سفارت شدن و افراد ما رو گروگان گرفتن. عکس‌های منتشر شد از چند گروگان با چشم بند که دارن از سفارت آمریکا بیرون برده میشن. ماتمون برده بود. اون موقع بود که پوشش تلویزیونی بحران گروگانگیری شروع شد. روز اول، روز دوم. این روز 76مه. اینم روز 77م بحران گروگانگیریه. مردم آمریکا از اینکه یک گروه کوچک دانشجوی ایرانی تونستن شهروندهای ما رو گروگان بگیرن، احساس میکردن بهشون حمله شده. احساس شرم میکردن. هیچ خوششون نمیومد. آقای خمینی این رو انقلاب دوم خوند و چون اول به وزیر کشور گفته بودن که نه بزنید بیرون کنید، بعد گفته بودن که پسر ایشون تلفن کرد و نه اینا خودی هم کاری به کارشون نداشته باشید. بعد هم روز دوم بیانیه ایشون صادر شد که انقلاب دوم. میدونستن راه حل قضیه این هست که شاه رو از امریکا اخراج بکنن، ولی من تعجب میکنم چرا اصرار کردن به این که دائما شاه رو نگهش دارن. ما او رو میخواهیم نسبت به عمل کرده 50 گذشته یا 35 ساله دوره حکومتش محاکمه کنیم. Negotiation was a taboo at that time. It meant compromise and giving in to the will of a superpower. شبکه‌های امریکایی کاملا سانسور می‌کردن حرفای ما رو یا بیانیه‌های ما رو، چون بالاخره مواضع ما ضد دولت امریکا بود. Gradually we realized that much of the message why we have taken this action was not getting through. So the students started making contacts with other Iranian students in the United States. یادم یه روز صبح خیلی زود تلفنم زنگ زد. گفتن از طرف دانشجوهای خط امام زنگ میزنن. از من خواستن 50 آمریکایی رو جمع کنم تا به عنوان مهمان به ایران برن. اولش فکر کردم یه شوخیه،
واقعا باورم نمیشد. ایده این فکر این بود که ما باید با رقیبمون، حریفمون، حتی مخالفمون باید گفتمان کنیم. و اون کسی که تبلیغ میشود و به ناحق ما رو وارون جلوه میدهند، ما اون روی واقعی خودمون رو نشون بدیم. صبح به دوست عزیزم نورمن فورر زنگ زدم. نورمن فورر در جریان انقلاب خیلی هوادار دانشجوهای ایرانی بود. توی بیشتر جنبش‌های مترقی دانشگاه کاملا فعال بود. برای همین بهش گفتم باورت میشه چه تلفن باور نکردنی به هم شده؟ گفت دوست من، هر چقدر باور نکردنی باشه میتونی یه فرصت استثنایی باشه. شاید بتونیم بریم متقاعدشون کنیم، تصمیم دیگه‌ای بگیرن و امیدوار باشیم که گروگان‌ها رو آزاد کنن. من تأکید کردم که این کار به جایی نمیرسه، چون همه میگن اصلا حرفشو نزن. یه آشنایی به هم تلفن کرد و گفت دلت میخواد یه سفری بری ایران، بلکه بتونی گروگان‌ها رو آزاد کنی. گفتم آره البته که میرم. اون سعی میکرد آدمایی رو جمع کنه که سابقه مبارزه مدنی داشته باشن. به نظرم دنبال آدمایی میگشت که نماینده طیف وسیعی باشن و دست کم علاقمند باشن با این هیئت برن ببینن کاری از دستشون برمیاد یا نه. فرصتی بود برای یه ماجراجویی ورای هر تصوری که به عمرم داشتم. باید اذعان کنم، خیال میکردم که ما ممکنه کسایی باشیم که به آزادی گروگان‌ها کمک کنیم. تا پیش از اون به عمرم از آمریکا بیرون نرفته بودم. قرار بود 10 روز با دانشجوهایی بمونیم که خیلی‌هاشون توی اشغال سفارت دست داشتن و گروگان‌ها رو اسیر گرفته بودن. راستش نمیتونستم شانس اینو که بخشی از تاریخ بشم از دست بدم. به نظرم یه واقعه خیلی تاریخی میومد. اگه سیاستمدارها نتونن، شاید آدم‌های عادی در برخورد با آدم‌های دیگه بتونن کمکی بکنن. اون موقعی که پسرم 15 سالش بود گفت مامان نرو، اونا فقط یک گروگان دیگه میخوان. یادم همسل سابقم گفت باید خودتو $1,000,000 بیمه کنی، چون ممکنه این وقت زنده برنگردی. من از کسایی که تو کار بیمه بودم پرسیدم که بیمه میکنن یا نه، اون هم گفتن نه. برای اولین بار در عمرم قبل از سفر وصیت‌نامه نوشتم و مدت زیادی وقت صرف کردم به دوستانم و خیشانم و به خصوص پدر مادرم ثابت کنم که مخم عیب نکرده. باید احتمالات منفی رو هم در نظر می‌گرفتیم که ممکنه ما رو همدست افراطی‌های ضد آمریکا یا همچین چیزهایی به حساب بیارن. به نظرم همه ما متوجه خطرات سفر بودیم. از این می‌ترسیدیم که اگر راه حلی پیدا نشه اوضاع به هم بریزه و یه درگیری فاجعه باری پیش بیاد. حتی به پدر و مادرم نگفتم که دارم به ایران برمیگردم، چون از نتیجه این کار خیلی مطمئن نبودم و راستش نمی‌خواستم کسی نگرانم بشه. به نظرم خیلی روشن بود که ما داشتیم به صحنه جهانی قدم می‌ذاشتیم. به عنوان یه مشت آدم عادی که شرایط خیلی نادریه. در ضمن من میدونستم که از طرف دولت ایالات متحده یا با تایید اون به این سفر نمیریم. این آدم ها با نیات خوب میخواستن برن ایران. تردیدی ندارم که ما حتما مخالفت میکردیم و میگفتیم وقت تلف کردنه و احتمالا خطرناکه. من شخصا فکر میکردم از کجا معلوم؟ شاید این آدم‌ها شانس اینو داشته باشن که کاری رو صورت بدن که بقیه ما نمیتونیم. یادمه وقتی تو فرودگاه مهرآباد فرود اومدیم، اصلاً شبیه فرودگاه نیویورک نبود. لخت و عور بود. هیچ تابلوی توش نبود غیر از انقلاب خمینی. بیشتر کسایی که به استقبالمون اومدن زنای چادر سیاه کلاشنیکوف به دست بودن. یادم به خودم گفتم تا حالا همچین چیزی ندیدم. هممون خیلی ناراحت بودیم و هیچ کس نمیدونست چرا. پاسپورتامون رو گرفتن. انتظار نداشتم پاسپورتامو بگیرن. هیچ وقت به فکرم نرسیده بود که ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته. اون موقع بود که متوجه شدم اوضاع خیلی جدیه.
کی میدونه چی پیش میاد؟ فرودگاه رو قرق کرده بودن. هیچ مسافر دیگه ای نبود. فقط ما بودیم. هیچ نمیدونستیم چه خبره یا چرا اونجا نگهمون داشتن. نورمن هی اینور اونور میرفت تا بفهمه چه خبره. این کارش گروه رو خیلی دچار دلشوره کرد. به فکرم رسید که اگه پروفسور فورر با اون جنگجوها دعواشون بشه، شاید کل سفرمون شکست بخوره. حس جمعی این بود که سوار هواپیمامون میکنن و برمون میگردونن آمریکا. There were a lot of issues in the foreign ministry where some of the people there didn't like the idea of inviting the 50 American guests. Some of them just didn't understand what the concept behind the whole event was. بعد از اینکه رسیدن اونجا حالا ببینیم که ویزا ندارن. از طریق این آقای خمینی به شورای انقلاب فشار وارد شده که شورای انقلاب موافقت کنه که اینا ویزا داده شد. وقتی که این قضیه انجام شد من گفتم به اینکه شما دانشجویان که بس میگفتید ما دولت در دولت نیستیم و در کار دولت دخالت نمی کنیم. بالاخره بعد از ساعتها مذاکره به ما مجوز دادن. ما رو بردن به هتلمون که اگه اشتباه نکنم اسمش عوض شده بود به انقلاب شکوهمند. به نظرم اون موقع ما تنها مسافرهای هتل بودیم. یادم وارد اتاق هتل شدم و خودم رو روی تخت انداختم چون خیلی خسته بودم. بعد بلافاصله برای شام صدامون کردن. The dinner was ready and we had arranged everything. A lot of them were quite surprised at meeting the students face to face. And some of us that he had probably seen before through the interviews. اولش دیدن دانشجوها تأثیرات مختلفی روم گذاشت. خیلی جوان بودن. بچه های 19، 20، 21 ساله بودن. بعدش دیدم چقدر سازماندهی درستی دارن. انگار یک کمیته داشتن که ترتیب هر کاری رو میداد. در حقیقت ما پرستار 24 ساعته اینها بودیم. هم نگهبانشون بودیم. هم غذا بهشون میدادیم. هم پذیرایی میکردیم. هم گفتمان باشون داشتیم. راستشو بخواین اولش که دیدم هر کدومشون یه تفنگ روی شونش داره ناامید شدم. راستش من یکم ترسیدم چون عادت ندارم وسط یه عده آدم تفنگ به دست باشم. یکی از زنها چادر سرش بود و تفنگ دستش بود. گفت به خاطر انقلابه. این فقط بخشی از لباس ماست، یونیفرم ماست. They didn't know exactly what they have ahead of them, what they should expect to see. چی کار باید کرد؟ باید تمام مدت تو هتل با دانشجوها صحبت کرد یا میتونیم توی کشور سفر کنیم؟ در اون لحظه هیچ کس نمیدونست. We had an opportunity to convey the message of the Iranian people to the world. ما فکر میکردیم خیلی راحت ما حالا چند تا امریکایی رو میریم داخل ایران، به اینها میگیم که چه وضعیتی داخل ایران وجود داشته زمان شاه و بعد امریکا چه بلایی سر ما آورده. اولش شوکه شدم. برای چی میبرنمون قبرستون؟ این چه ربطی داره؟ ما اومدیم در مورد بحران گروگانگیری صحبت کنیم. We had a visit to Behesht Zahra, the cemetery where lied thousands of martyrs of the revolution. این کار تأثیر عاطفی رو به حد اکثر رسوند و برای اعضای هیئت روشن کرد که چه فاجعه‌ای در واقع اتفاق افتاده. واقعی بود. اینها زندگی‌های از دست رفته بودند. پدر و مادرها، بچه‌ها، اینها از دست رفته بودند. یادم میاد با خودم گفتم چه صمیمانه است که ما رو آوردن به محل مرگ عزیزانشون. سر قبر هر کسی یه عکس ازش بود که بالای سنگش نصب کرده بودن. به خودم گفتم خدایا من اینجا چیکار میکنم؟ معلوم شد که برای اونا
برای خانوادهایی که دیدیم قضیه مرگ و زندگیه، فقط سیاست نیست. هیچ سخنرانی یا مصاحبه یا بحثی مؤثرتر از تجربه اون چه که ایرانی ها هر روز تجربه کردن وجود نداره. از خیلی نظرها یک تجربه عاطفی بود که جایی رو ببینیم که در اون آدمایی دفن شدن که شاه متهم بود اونا رو کشته. من هیچ شکی نداشتم که احتمالاً همین طور بود. These people were not armed people. They were ordinary people just protesting, just speaking out, just protesting to the Shah. همون موقع دانشجوها به ما میگفتن که آمریکا هم شریک این جنایاته. The American president had supported the Shah, although they probably knew that the people were being killed in their cold blood in the streets of Tehran and other cities. ما با حس همبستگی پیش شما برادران و خواهران عزیزمون اومدیم. وقتی که پروفسور فورر خیلی فصیح در قبرستون صحبت کرد، یه جورایی یادم میاد که اینها شهیدانی هستند برای مردم زجر کشیده. او تقریبا مثل یک خاخامی بود که توی مراسم ختم صحبت میکنه. چون از روستاهاشون رونده شدن، شاهد از هم پاشیده شدن خانواده‌هاشون بودن و توی زاغه‌های شهر از بین رفتن. اون همدردی عظیمی رو بیان میکرد. زنده باد انقلاب ایران! به نظرم حرکت دانشجوها خیلی خیلی زیرکانه بود. اینکه گروه رو اولین جایی که بردن قبرستون بود. بیشترین تأثیر رو توی اولین لحظه داشت. رفتیم یه بیمارستان. کلی مرد جوان بودن که توی جریان انقلاب زخمی شده بودن و احتمالاً بعضیاشون شکنجه شده بودن. لاله سرخ نماد ایرانی هاست. هم برای شهادت و هم تولد دوباره. یعنی این نماد اصلی انقلاب بود. تقدیمتون میکنه غلام علی. خوب یادمه برای سلامتی یک بیمار دعا میکردم و دستام رو بالای سرش گرفته بودم و از کتاب سفر پیدایش براش دعا میخوندم. انشالله خدا از شما حفاظت بکنه و مواظب شما باشه. وقتی یه خاخام دعا میکنه به سیاست و اوضاع جاری فکر نمیکنه، فقط فکر میکنه این آدم بیماره. ما امیدواریم و دعا میکنیم که دیگه هیچ وقت 22 بهمنی برای مردم ایران پیش نیاد. از قبرستون و بیمارستان که برگشتیم، من یه حس غم عمیقی داشتم از اینکه دولت ما به دولت اونا کمک کرده بود چی به سر مردم بیاره. خیلی سخت بود. اصلا نمیتونم بگم چه حالی داشتم. اون سلولای تحکیتک اول بس میومدن، اینا الان چرا دارم میرم؟ مالا سیاسی ها؟ آره با همین الان میبستن، آویزونشون میکردن. زندان اوین یکی از جاهای بدنامیه که توی رژیم شاه زندانیای سیاسی رو حبس می‌کردن. خود زندان یه جای عظیم و عبوس و ترسناکیه. زیرزمینش مثل یه سردخونه بود توی زندان. به ما کلی عکس نشون دادن و گفتن هر کدومشون مربوط به یه تظاهر کننده است که کشته شده. خیلی سخت بود. هنوزم سخته. دیدن عکس‌های اون همه آدمی که شهید شده بودن خیلی تأثیرآور بود و در این حال عصبانی کننده. نمی‌خواستم به اون عکس‌ها نگاه کنم. می‌خواستم به اون همه وحشت پشت کنم. ولی بعد یادم اومد که تعهد داده بودم عضو این هیئت باشم و برای همین بخشی از مسئولیتم اینه که چشمام رو برنگردونم. این سند خیلی محکمی بود از بلاهایی که در طول آخرین سالهای حکومت شاه به سر مردم اومده بود. واقعاً بهتره بگیم که بپرسید که چه کارهایی انجام نمیداد، چون همه کار انجام میداد. از دستگیری و شکنجه میکرد تا
تهدید به تجاوز به دختران و اینها میکرد، ضبط اموال مردم میکرد، همه کار میکرد. با بعضی از زندانی ها و زندانبان های سابق ملاقات کردیم. این داغونم کرد. یه لحظه اجازه بدین. داغونم کرد و در این حال عصبانی شدم. یه نفر اونجا بود که اعتراف میکرد یکی از شکنجه‌گرای اصلی ساواک بوده. در ضمن توضیح داد که کجا آموزش شکنجه دیده. توی پایگاه‌های آمریکایی آموزش دیده بود. توضیح میداد که چطور شکنجه میداده. نسبتاً از خود راضی و متکبر بود. بی نهایت ناراحت کننده بود. من خیلی خیلی آشفته شدم. هیئت ما به خاطر کارهایی که اون زندانبان ها کرده بودن خیلی از دستشون عصبانی شده بودن، تا جایی که یادم دانشجوها به ما میگفتن که آروم باشیم. زیاد چیزی یادم نمیاد، تا اونجایی که اگه اشتباه نکنم با وزیر سابق بهداشت ملاقات کردیم. از جمله موردی که اتفاق افتاد این که در ملاقات زندان با آقای شیخ الاسلام وزیر بهداری زمان شاه، به عنوان وزیر بهداری زمان شاه راجع به شکنجه های ساواک صحبت کرد که من به عنوان وزیر هیئت دولت شاه میگویم که چه اتفاق افتاد. یادمه که توی پایان نامه دکترام ازش نقل قول کردم. یکی دو روز بعد اعدامش کردن. این کسی بود که ممکن بود توی نیویورک شناخته باشمش، باهاش مصاحبه کرده باشم، کسی که براش احترام زیادی قائل باشم. اونها لزوماً ما رو با آدمهای شرور آشنا نمی کردن. گروه ها و افرادی رو می آوردن که طرفدار شاه بودن و همیشه عضو دولت بودن و حالا قرار بود کشته بشن. عده دیگه ای هم از ترس اعدام تظاهر می کردن به مخالفت با شاه. یادم فکر می کردم که چقدر برام دردناکه، برای اینکه خودم رو جای اونها می زاشتم. راستش خیلی برام سخت بود. دستور کار اولیه هیئت گروگان ها بودن، ولی بعد از تجربه قبرستون و چند جای دیگه موضوع گروگان ها برای مدت کوتاهی کنار گذاشته شد. قبل از قضا یا موقع قضا گروگانگیرها می اومدن و در مورد چیزهای مختلف با ما حرف می زدن. من حس می کردم مسئولم نشون بدم که ما آمریکایی‌های زشت نیستیم، آدمای شریفی هستیم و شما برای ما مهمین. ولی باید توضیح میدادم که چرا به نظر من کارشون اشتباه بود. توضیح میدادم که آمریکایی‌ها نمیتونن گروگانگیری رو قبول کنن یا درک کنن. مهمترین مسئله براشون این بود که بالاخره اتباعشون اسیر دست ما هستن و اینو هیچ ملتی به این راحتی نمیپذیره. امیدوار بودیم که بتونیم با گروگان‌ها ملاقات کنیم، یا حتی امیدوار بودیم که اونا رو آزاد کنن و تحویل ما بدن. نورمن حس میکرد که امکان داره گروگان‌ها آزاد بشن، ولی برای ایرانی ها راحت تره که اونا رو به نماینده های مردم آمریکا بدن تا به دولت آمریکا. حتی دانشجوها هم به این فکر بودن که چند تا از گروگان‌ها رو به این گروه بسپرن، حداقل چند تاشونو، تا تجربهشون در ایران رو بازگو کنن. برای اونا ثابت شد ما اون روحیه‌ای که میگویند کینه توزند، وحشیند، خشنند، بیرحمند، باید با مخالف گفتمان کرد که بگوییم اونچه که در تصور توست ما نیستیم. باید اونچه که ما هستیم خوب تشخیص داده بشه که چی هستیم و چگونه فکر میکنیم. از همون اول دانشجوها به ما گفتن که یه زمانی به همون اجازه میدن آزادانه بگردیم. بعضی وقتا چند ساعتی تو خیابانهای تهران راه میرفتیم. خیابانهای اون قسمت از تهران که ما بودیم خیلی قشنگ بودن، با ساختمانهای قدیمی قشنگ. به نظر من قسمت شلوغی از شهر بود. راستش نظر من در مورد مردم این بود که خیلی خوبن، خیلی شبیه خود ما بودن.
حتی شاید بشه گفت با مهمان نوازی ذاتی بیشتر. هر جایی که میرفتیم رفتار مردم دوستانه بود. نمیدونم از کجا میدونستن آمریکایی هستیم، ولی مطمئنم یه گروه از دانشجوها جلوتر از ما میرفتن و میگفتن داریم یه عده آمریکایی میاریم. یادمه توی ایران خیلی عصبی بودم. درسته که مردم ایران و شرایط کشور رو میدیدم و میدیدم چه وضعیتی داره، ولی تمام مدت دعا میکردم که بتونم گروگان ها رو ببینم. با مل و ریک رفتیم قدم بزنیم. میخواستیم بریم خود سفارت. میخواستیم کسایی رو که بیرون سفارت بودن ببینیم. اون روزها هنوز سیگار میکشیدم. لوان یه سیگار روشن کرد و سر یه چهارراه تو تهران ایستاد. ترافیک بند اومد. روسریم هی از سرم میافتاد، ولی حواسم نبود چون داشتم سیگار میکشیدم و با دوستام حرف میزدم. مردها ماشیناشون رو نگه میداشتن و سرش داد میزدن. فهمیدم قضیه جدیه. معلوم بود که شاکی‌اند. لوان رسومشون رو زیر پا گذاشته بود. خیلی ترسیدم. معمولا نمیترسم، ولی اون لحظه در تهران خیلی ترسیدم. An important issue was to give them a proper image of what had happened during the Shah's regime to this country and to understand that the people who actually were suffering due to the severe poverty, the economic challenges that the country had at that time. زاغه‌ها رو یادمه. یادمه به قیافه مادرهای فقیر و بچه‌هاشون توی اون زاغه‌ها نگاه می‌کردم. تأثیر زیادی روم گذاشت. وقتی اونجا بودیم هوا سرد بود. من یه پالتوی پشمی کلوف تنم بود. اون وقت این آدما تو زاغه هایی که دیواراش از مقوا بود زندگی میکردن. تکون دهنده بود. هیچ وقت همچین چیزی ندیده بودم. هیچ وقت زباله، فاضلا و آدم ها رو کنار هم دیگه ندیده بودم. خیلی هم شلوغ بود. و همه خونه ها به هم چسبیده. زندگیشونو با زباله گردی تأمین میکردن. به خصوص بچه ها که میگشتن تو تل زباله ببینن چی میتونن پیدا کنن که خیلی ارزون بفروشن و یکم خوراکی بخرن. به نظر من هیچ انقلابی نمیتونست این مشکل رو حل کنه. میخوام فعالیت هامون رو از زمانی که اینجا بودیم براتون مرور کنم. سعی میکنم مهمترین قسمت هاش رو خلاصه کنم و یه تصویر کلی از بعضی چیزهای دیگه هم بهتون بدم. چیزی که یادمه این بود. همه حواسمون به این بود که چقدر مهمه بتونی با گروگان‌ها ملاقات کنیم. هر روز درخواست میکردیم و همیشه میگفتن بله، درست میشه. بله، بعدم بهتون خبر میدیم. اونا فقط میخواستن داستان انقلاب شکومند رو تعریف کنن و آرزوی دیدن گروگان ها شاید هرگز برآورده نمی شد. به نظر من شانس دیدن گروگان ها 50-50 بود. گروگان ها وسط یه بحران سیاسی قرار گرفتن. یه بحران سیاسی داخلی و خارجی. بعدم رفتم به سفارت با دانشجویان صحبت کردم. بعدم که من به ریاست جمهوری انتخاب شدم، اینا تا اون وقت در عملا یک دولت در دولت تشکیل داده بودن. گفتم اختیار در سپاه پاسداران بود، دانشجو تو کار نبود، دانشجو پوششی بود. یه کسی در دولت یه حرفی زد در مورد اینکه دولت باید به زور هم که شده گروگان‌ها رو از دست دانشجوها در بیاره. اون زمان اینجور صحبت بود. قوای ارتش اینا جانشین بشون برای حفظ امنیت سفارت و اعضاش و چیزا دانشجویان اونجا رو تخلیه کنن. بعد آقای اینا به آقای خمینی مراجعه کردن و او رو قانع کردن بگه نه این کار نشود. و وقتی اون که گفته نشود رئیس جمهور چاره چی داره؟ باید بگه تکذیب کنه دیگه. به نظرم اینجا بود که کم کم متوجه شدیم که هر چقدر هم نیت دانشجوها خوب بوده، تصمیم نهایی در مورد سرنوشت گروگان‌ها با اونها نیست.
We had a lot of time together with the guests discussing exactly what was going on in Iran and trying to explain the convictions behind the Islamic revolution, the fervor of the revolution, the aspirations of the people. I think that a lot of this was the core message. سالگرد انقلاب بود. گفتیم حتما خیلی جالبه. میریم تماشا کنیم. دعوت از هیئت برای مراسم سالگرد انقلاب اقدام خودجوش دانشجوها بود. یعنی تا الان ملت ایران تجربه نکرده که سالگرد انقلاب یعنی چی، چیکار باید بکنن. هر کسی برای خودش یه برنامه‌ای داره. سوار اتوبوس شدیم و توی راه یه مقداری از شهر رو دیدیم. بعد رسیدیم به نزدیکی یه محوطه عظیمی که تظاهرات برپا بود. به عمرم این همه آدم رو یه جا ندیده بودم. اتوبوس به زور راهش رو از بین جمعیت باز می‌کرد و بارون خیلی شدیدی می‌آمد. دیدن تظاهرات از تلویزیون یه چیزیه، ولی وقتی خود آدم اونجاست یه چیز عجیب و متفاوتیه. صداها کرکننده بود. من که نفهمیدم چی میگن، ولی از شور و شوقشون معلوم بود که جشن گرفتن. خیلی خوشحال بودم از اینکه اونجا داد میزدن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. ولی به ما لبخند می‌زدن و می‌گفتن منظورمون شما نیستین، منظورمون رهبران شماست. جو خیلی هیجان زده‌ای بود. کنترل اوضاع دست هیچ کسی نبود و وسط اون جمعیت هر اتفاقی ممکن بود سر 50 نفر آمریکایی بیفته. من و گروه هم از اتوبوس پیاده شدیم و من دیدم که زمین گلیه، کلی بارون اومده بود. جلوی میدان آزادی یک داربست موقت زده بودن که از اونجا رژه رو تماشا کنیم. ما رو با کلی آدم های دیگه که به نظرم مهمون های از کشورهای مسلمون دیگه، شاید هم از نهضت های آزادی بخش گوشه و کنار دنیا بودن، بردن اون بالا. یهو دیدیم داربست داره لغو میزنه. این داربست شروع میکنه به شم و خم شدن و لغزیدن و داربست شروع کرد به لغ زدن. دیدم الانه که کل داربست بریزه پایین. مردی که کنارم بود گفت بچسب به من، باید بپریم. از 3 تا 5 متر بلندی باید میپریدیم و با مخ بخوریم زمین. داربست عقب عقب رفت، مثل آکاردون تا شد. یهو پرت شدیم پایین. یادم میرفتیم به سمت زمین. همه چیز به هم ریخته بود. همین ها هول کرده بودن که الان این اتفاق که بیفته دست و پا میشکن. داربست خیلی بزرگی بود. خیلی راحت میتونست یه کسی رو له کنه و بکشه. من زیر داربست افتاده بودم. تاریک و خیلی گلالود بود. نفس کشیدن سخت بود. اطرافم پر بدن آدم بود. نمیدونستم که زندن یا نه. فکر کردم شاید همینجا بمیرم. کسانی که اطرافمون بودن وحشت کردن، چون فکر کردن که خرابکاری شده. یادم اطرافم رو نگاه میکردم و به خودم میگفتم چطور باید از این جمعیت بیرون بیام. این وسط غرق میشیم. خیلی وحشتناک بود. خلاصه مردم شروع کردن به هر طرف دویدن. به نظرم قوزک پام شکست. مردمی که می دویدن منو این طرف و اون طرف پرت می کردن. بعد دانشجوها رفتن زیر داربست. یه کسی منو بیرون کشید، بلندم کرد، بعد منو بردن. مردم خیلی زود زنجیر انسانی تشکیل دادن تا ما رو به سلامت سوار اتوبوسامون بکنن. بعد اتوبوس رو مثل دیوونه ها میروندن. به خودم گفتم خدایا اونجا کشته نشدم، ولی اینجا کشته میشم. منو بردن بیمارستان. بالاخره یه دکتر ایرانی که خیلی خوب انگلیسی حرف میزد اومد سراغم.
منو فرستاد اتاق رادیولوژی، ولی دستگاه اشعه ایکس خراب بود. دوباره امتحانش کرد ولی کار نمی کرد. یه بار دیگه امتحان کرد ولی کار نکرد. من گفتم موضوع چیه؟ گفت بودجه دستگاه های پزشکی خیلی کمه. حتی فیلمامون تاریخ مصرفشون گذشته. برای همین تصویر واضحی نمیده. خلاصه بعد از 4-5 بار عکس برداری، بالاخره یه عکس بیرون اومد که دکتر تونست تشخیص بده. بعد گفت طوری نیست، استخونت نشکسته. ولی من پات رو گچ میگیرم. بافت نرمه که آسیب دیده، راحت میتونی برگردی خونه. و اگر اینها زیر دست و پا که دومشون لطمه‌ای بهشون وارد میومد، اون صحبت آقای کارتر درست در بود که امنیت چشمشون کورشه، امنیتشون با خودشون. ما که گفتیم ایران مردم وحشی داره چه. به نظرم اون صحنه افتادن داربست درست لحظه‌ای که میلیون‌ها نفر جمع شده بودند تا اولین سالگرد انقلاب رو جشن بگیرن، برای من نمادی شد از اتفاقی که توی انقلاب افتاده بود. مصیبت بود. حس کردم وارد یه جایی توی دنیای دیگه شده بودم. با خامنه‌ای ملاقات کردیم. به نظرم تلفظ اسمش همین بود. یادمه در مورد دولت آمریکا حرف زد و اینکه باید تغییرش بدیم. نورمن صحبت کرد و خیلی روشن گفت که از یک طرف گروگانگیری غیر قابل قبول و غلط و مخربه و از طرف دیگه همدردی عمیقشو با رنج و درد مردم ایران ابراز کرد. توی این قضیه من با احمد خمینی، پسر آیت الله خمینی، آشنا شدم که با من دوست شد. به نظرم با آیت الله منتظری هم ملاقات کردیم. به نظرم روی تشکچه کف زمین نشستیم و بهمون چای دادن. توی سینی‌های کوچیک بهمون خوراکی تعارف کردن. من نگران بودم که هدفشون صرفاً اینه که باهاشون ملاقات کنیم تا نظرات و اعتقاداتشون رو برامون توضیح بدن و به آمریکا حمله کنن. بی هیچ فایده‌ای برای وضعیت گروگان‌ها. به نظرم اعضای هیئت ما ازش درخواست کردن که به نمایندگی از طرف ما توی قضیه گروگان‌ها دخالت کنه. یادمه به دقت به درخواست ما گوش کرد، اما هیچ نشون نداد که کاری می‌کنه یا نه. در اون لحظه فکر برگردوندن گروگان‌ها به خونه برام خیلی خیلی کمرنگ شد. می‌دونستیم که توافقی برای آزادی هیچ گروگان آمریکایی صورت نگرفته. متوجه این نکته بودیم و با هیچ کدوم از گروگان‌ها هم ملاقات نکرده بودیم. برای همین حس می‌کردیم تا وقتی که نذارن گروگان‌ها رو ببینیم و از کاملاً یک طرف است. ما داشتیم به تعهدات خودمون و تصور خودمون عمل می‌کردیم، ولی ایرانی‌ها به تعهد خودشون عمل نمی‌کردند. حدود ساعت 5:30 صبح دانشجو در زدن و به هم اتاقی من جک برمر گفتن: جک، میشه با ما بیای؟ من گفتم البته. ما را از پله‌ها پایین بردن و سوار یه ون تاریک کردن. به سرعت یه مدتی تو خیابون‌های تهران رفتیم و یهو دیدیم جلوی سفارتیم. من گفتم جک، قرار امروز گروگان رو ببینیم. با خودم گفتم ای خدا. اعلام کردن که 11 نفرمون قرار گروگان ها رو ببینیم. کسایی که بیشتر گرایش مذهبی داشتن. باید خودم رو آروم میکردم چون نزدیک بود بالا و پایین بپرن. وارد سفارت سابق آمریکا شدن که حالا مکانی حفاظت شده برای نگهداری گروگان‌های آمریکایی بود. به خودم گفتم هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم. چطور میتونم به سهم خودم کمک کنم بلکه یه نتیجه مثبتی از این وضع به هم ریخته به دست بیاد؟ بعد
در باز شد، دو تا از گروگان ها اومدن تو، پول لوئیس و بیل گایگوس. من ناراحت شدم که فقط دو تا از گروگان ها رو برای دیدن ما آوردن. فکر کردم لابد یه جور علامته که واقعا نمیخوان ما با گروگان ها صحبت کنیم. به نظر مضطرب می اومدن. بعد به خودم گفتم از کجا میدونم ما کی هستیم. یادم سر صحبت باز کردم و گفتم رفقا شرط میبندم دلتون میخواد بدونید که کی جام جهانی بیسبال رو برد. حتما دلتون برای مکدونالد تنگ شده. اون وقت یکم خیالشون راحت شد چون به زبون آمریکایی باشون حرف میزدم. واقعا لحظات لذت بخشی بود. آخه گروگان های آمریکایی از دیدن ما خیلی خوشحال شدن. من نگران وضعیت و رفتاری بودم که با گروگان ها میشه. یادم گفتن باهاشون رفتار مناسبی میشه، ولی من خیلی خیلی شک داشتم. دوران خیلی سختی براشون بود. تا همون موقع 4 ماه بود که در اسارت بودن. امیدمون این بود که راههایی پیدا کنن که زندگی در اون شرایط براشون قابل تحمل بشه. متوجه شدم که قرار ملاقات خیلی کوتاهی باشه. برای همین تا جایی که میتونستم به دقت یادداشت برمیداشتم تا سری به خانواده‌هاشون برسونم. بگم مثلا حال پسرت خوبه و از این حرفا. وقتی حرف زدنمون با پول لوئیس و بیل گایگوس تموم شد، به گروگان‌ها اجازه دادن برای عزیزانشون توی کشور خودشون نامه بنویسن. من براشون گفتم که چه فرصت خوبی برای ما بوده که براشون کاری بکنیم، برای گروگان‌ها و خانواده‌هاشون. من و بقیه اعضای هیئت باهاشون دست دادیم چون وقت ملاقات داشت تموم می‌شد. من سعی می‌کردم به خودم مسلط باشم و به گریه نیفتم. دستمو کردم توی جیب کتم. بعدش وقتی داشتیم میرفتیم، دانشجوها گفتن که باید شما را نگه داریم. یکی از شما از یکی از گروگان‌ها پیغام سری گرفته. بعد مستقیم به من زل زده بودن. یادم فکر کردم ای داد. من گفتم هیچ کدوم ما اینقدر احمق نیست. بعد ما رو یکی یکی بیرون بردن. منو بردن توی یه حیاط به فاصله زیادی از ساختمون. گفتن باید بگردیمت، همه لباسات رو در بیار. من هم همه چیز رو غیر از لباس زیرم در آوردم. اونجا با لباس زیر ایستاده بودم. بعد گفتم نکنه وقتی دستام رو کردم توی جیبم. چندین دقیقه منو گشتن. من به خودم میگفتم نکنه 53 گروگان باشم. به خودم گفتم خدای من، خانواده عزیزم، یعنی دوباره میبینمشون؟ یعنی چی میشه؟ میخواستم مطمئن باشن که من هیچی نگرفتم و اون دوتا گروگان هم هیچ چیزی که دانشجو اجازه نداده بودن به من و یا کس دیگه ندادن. هیچ نمیخواستم حتی اتفاقی مشکل بیشتری برای اون گروگان ها به وجود بیارم. تمام جیب هامو گشتن ولی هیچی پیدا نکردن. بالاخره بعد از 10 یا 15 دقیقه که طولانی ترین مدت عمرم بود، گذاشتن برم. وقتی گذاشتن برم، کلام رو برداشتم و یارمکا یا همون کیپای خودم رو نشونشون دادم و گفتم بچه ها یادتون رفت زیر اینو بگردید. گفتن این حرف یه حس خوبی بهم داد. خیلی احساساتی شده بودم از اینکه افتخار داشتم توی اون اتاق با اون گروگان‌ها ملاقات کنم. انگار که کل سفرمون ارزشش رو داشت. فقط همین که بریم اونجا و بدونیم که سالمن. به ما اطمینان دادن که با گروگان‌ها رفتار خوبی میشه. غذای خوب بهشون میدن و هر روز ورزش میکنن. کلی از تفریحات و فعالیت‌هایی گفتن که در اختیار گروگان‌هاست. البته همه گروگان ها دلشون میخواست برگردن خونه، ولی به ما اطمینان دادن که دانشجوها به نیازهاشون خوب رسیدگی میکنن و جای نگرانی وجود نداره. به نظرم گروگان های آمریکایی خوشحال شدن که فهمیدن توی کشورشون مردم هنوز به فکرشون هستن. میدونید، از این نظر خیلی خوب بود.
مهمترین اتفاق آخرین روز اقامتمون در تهران این بود که پاسپورتامونو پس دادن. به نظرم موقع سوار شدن به هواپیما بود. یکم نگران این قضیه بودیم ولی اتفاق افتاد. به نظرم حالمون بد نبود. هر کاری ازمون برمی اومد کرده بودیم. حالا بعد میرفتیم خونه و میدیدیم وقتی میرسیم فرودگاه کندی چی پیش میاد. من حس میکردم مأموریتمون شکست خورده. هر کاری میتونستیم کردیم و ارزشش رو هم داشت. ولی هیچ گروگانی همراه ما بر نگشت خونه. چیزی که تونستیم با خودمون برگردونیم حدود 200 نامه بود. آزادی گروگان ها نبود. ولی به نظرم همین هم ارزشش رو داشت. یه جمعیت پرجوش و خروش و یه جمع بزرگی از رسانه ها توی فرودگاه منتظرمون بودن. میکروفون بود و دوربین که میرفت تو سر و صورتمون. میخواستن با همون حرف بزنن. تا جایی که یادم میاد، اوضاع کمی درهم برهم بود. نورمن صحبت کرد و گفت که چی تجربه کرده بودیم و اینکه یه راه حل صلح‌آمیز لازمه. بیشتر سوال‌هایی که ازش میشد خصمانه بود. منو غیر آمریکایی میدونستن. احساساتم جریحه‌دار شد چون من آمریکاییم و بهش افتخار میکنم. خیلی دلخور شدم که سفرمون توجه رسانه‌های سراسری رو جلب نکرد. عصبانیت از داستان و عکس‌های آمریکایی‌های به گروگان گرفته شده هر چیز دیگه‌ای رو تحت تأثیر قرار داده بود. از دید رسانه‌های عمده که ما اصلا وجود نداشتیم. اگر گروگان‌ها آزاد شده بودند تأثیر کاملا متفاوتی داشت و آینده دو کشور مسیر متفاوتی رو طی می‌کرد. به دانشجوها گفتیم اگر نتونین راهی رو برای آشتی پیدا بکنین آینده‌مون رو زهرآلود می‌کنین. از قضا همین اتفاق هم افتاد و نتیجه‌ش رو داریم می‌بینیم. خوب یادمه در اوج بحران مشغول مذاکرات غیر مستقیم بودیم. آخر ماه مارس بنی سعد خواهان مذاکره شد و پیشنهادش رو به خمینی داد، ولی خمینی گفت نه، یعنی بازی تمومه. آقای خمینی نمیخواست از دست بده برای سیاست داخلی، میخواست کاملا مسلط بشه بر اوضاع و بنابراین اونها راه نمیدن. افراد وزارت دفاع یه طرح خیلی پیچیده و بی نهایت پر ریسک برای نجات گروگان ها تهیه کرده بودن. ساعت 4 صبح آل ساندرز بیدارم کرد و گفت هنری، اون اتفاقی که ازش می ترسیدیم بیفته یادته؟ گفتم آره. گفت اتفاق افتاد و شکست خورد. کارتر از تلویزیون خبر رو اعلام کرد. با تأسفی عمیق اعلام میکنم که 2 هلیکوپتر ما روی زمین تصادم کردند. در این سانحه 8 نفر از خدمه کشته شدند و چند آمریکایی دیگر مجروح شدند. روشن بود که یکی از دردناکترین کارهاییه که هر رئیس جمهوری مجبور بکنه. بعد اینکه کماندو بفرسته برای آزاد کردن گروگان ها و بعد گروگان وردارن ببرن، این پر خطر بود. ترس ما از این بود که شکست مأموریت نجات باعث اقدام خشن ایرانی ها علیه گروگان ها باشه. دولت میخواست هر کسی رو که با گروگانگیرها ارتباط مستقیم داشت پیدا کنه، چون ما عملا هیچ ارتباطی با اونا نداشتیم. پریزیدنت کارتر به من گفت جک، به نظرم بعضی از گروگان ها رو از دست دادیم. گفتم خیر قربان، فکر نکنم. من یه جور ارتباط محکم با این دانشجوهای ایرانی پیدا کردم. نمیدونم از کجا این دل و جرأت رو پیدا کردم، ولی زنگ زدم گفتم من جک بریمرم. اونا گفتن او جک از شنیدن صدات خوشحالیم. من گفتم این پیامیه که من برای شما دارم. برای من به خدا قسم بخورید که تک تک جوانهای آمریکایی سالم میمونن.
اونها گفتن به خدا قسم میخوریم کشیش بریمر. با این کار ما از خونریزی بیشتر و تلافی در نتیجه عملیات نجات جلوگیری کردیم. یادمه چقدر شکرگزار آزادیشون بودم و چقدر حس خلاصی داشتم. آخ که چقدر خوشحال شدم. آره به قولشون عمل کردن، گفتن به قولشون عمل میکنن و کردن. خوشحال شدم که بالاخره آزاد شدن. ناراحت بودم که چرا اینقدر طول کشید، باید خیلی زودتر تموم میشد. مادر ویلیام جی دارتی، یه تفنگدار دریایی که گروگان بود، به من یک دستبند نقره داد که به خاطر پسرش دستم کنم. بعدش توی کاخ سفید گروه موزیک تفنگداران دریایی می نواخت. پرزیدنت ریگان بود، خانواده ها بودن، من داشتم با بیل دارتی و مادرش صحبت می کردم. گفتم بیل میدونی چیه؟ این دستبند نقره به خاطر تو دستمه. یه روز بیا کلیسای من توی نیوبرگ، یه مراسم بزرگ میگیرم، دستبند رو بهت پس میدم. اون گفت خواخام اگه اشکالی نداره الان بدینش به من. بعدها یه نامه قشنگ برام نوشت و گفت خواخام ممنون از دستبند. وقتی اونو از دستت باز کردی و به دستم بستی، دردم شروع کرد به التیام پیدا کردن. به نظرم نامه خیلی قشنگی بود. به نظرم اون سفر سال 1980 به ایران اعتقاد من به همبستگی انسانها رو تایید کرد. به نظرم اگه آدمهای بیشتر این شانس رو داشتن که برن ایران و با مردم ملاقات کنن، به نظرم اگه دولتامون میتونستن از سر راه برن کنار، مردم دو کشور میتونستن دوست هم باشن. من بیشتر از هر چیزی خجالت میکشم که وقتی وارد تهران شدم خیلی کم میدونستم دارم چی کار میکنم و وقتی برمیگشتم بیشتر خودم رو شناخته بودم و میدونستم بقیه عمرم باید چی کار کنم. این سفر درک منو وسیع تر کرد و فهمیدم که همه ما توی قضیه نقش داریم، میتونیم دنیامونو بهتر یا بدتر کنیم، باید خودمون یه راهی پیدا کنیم. بعد از تجربه‌ام در ایران دیگه یک خاخام ساده لوح نیستم. درک کردم که توی دنیای سخت و بی‌رحمی زندگی میکنم. اگه کسی مخالفتون باشه ازش هیولا میسازید. متاسفانه آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها همین کارو کردن و به این اختلاف دامن زدن، کاری که نباید می‌کردن. دلیل اینکه آمریکا و ایران امروز چون این رابطه وحشتناکی دارن تا اندازه زیادی مربوط به بحران گروگانگیری میشه. The events of the 1979 takeover of the American embassy are still very relevant events for contemporary history. They still overshadow a lot of the developments that are happening in today's world. نتیجه فاجعه بار داشت که 40 سال ادامه داره. مشکلاتی که الان باهاش روبرو هستیم به همون اندازه که ناشی از تصمیم‌های تهرانه، ناشی از سیاست واشنگتن هم هست. میدونم که اختلافات اساسی با ایران داریم، ولی با چین و روسیه و نصف کشورهای خاورمیانه هم اختلافات اساسی داریم. اما معنیش این نیست که برای رفع این مشکلات به یه طریقی بهشون ارتباط نداشته باشیم. اگه میدونستم که 40 سال بعد، 40 سال نکبتی، هر دو کشور هنوز همین جورن، خجالت آوره، شرم‌آوره. حالا داریم به سمت یه جور درگیری دیگه با ایران میریم. یه حادثه میبینی که سبب شد که جنگ ناخواسته انجام بده. از بعد همه کار کرد که نشود. کاش شرایطی پیش میومد که بعد از هیئت ما ده‌ها هیئت دیگه هم میرفتن ایران. اگه امشب به من زنگ بزنن و بگن 50 نفر آمریکایی رو جمع کنم و ببرم ایران، یه لحظه هم درنگ نمی کنم.
من بلافاصله راهی میشم. توی یه چشم به هم زدن. حتما دوباره حاضرم برم. گذشته از این ارتباط ملت‌ها با هم ارزشش رو داره. کجا باید اسم نویسی کنم؟ دوباره میرم؟ البته که میرم. به نظرم هر آدم عاشق صلحی میگه مایل بره. من حتما دوست دارم نسل جوان رو ملاقات کنم. به نظرم میتونم باشون ارتباط برقرار کنم تا شاید یه کمی شکاف بین دو کشور کم بشه. امیدوارم یه هیئت و یه گفتگو بتونه کاری رو که ما 40 سال پیش انجام دادیم ادامه بده و دست کم تنش‌ها رو از اون حدی که کشورهای ما امروز باش روبرو هستن کمتر کنه. بله، اگه به هم تلفن کنن و ازم بخوان، یک ثانیه هم درنگ نمی کنم. البته این بار به خانوادم خبر میدم.